سلام به شما دوستان عزیز بیننده که برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنید. خیلی متشکریم از اینکه برای ما ایمیل می‌زنید، به این برنامه‌ها توجه دارید. در این بخش، در بخش‌های بعدی این برنامه می‌خوایم که در رابطه با زندگی مسیحی با شما عزیزان صحبت‌هایی رو داشته باشیم. از سوالاتی رو که فرستادید در بخش زندگی مسیحی برای شما عزیزان مطرح خواهیم کرد و از دوست عزیزمون جناب دکتر ساسان توسلی هم خیلی متشکریم که در این برنامه ما رو همراهی میکنن. ساسان جان، مرسی. رضا جان، این واقعا باعث افتخار منه که با همدیگه داریم این سری برنامه ها رو درست میکنیم. چند هفته وقت گذاشتیم روی مسائل علمی، حالا میخوایم یه مقدار مسائل عملی و ملموس زندگی رو مطرح بکنیم، مسائلی که خیلی از بینندگان دربارش سوال دارن. سوالای خیلی خوبی هم واسه ما فرستاده شده بله. و منم خوشحالم که این موقعیت رو با هم دیگه داریم. خواهش میکنم. من یه چند تا از این سوالا رو به نگاهی میندازم بهشون و میخونم ببینیم که چه سوالاتی شده. من دو تا از این سوالا که تقریبا شبیه هم دیگه هست رو میخونم. عزیزانی که برای ما ایمیل فرستادن میخوام که ایمیل اونها رو بخونیم. سوال اول اینه که چطوری به مسیح ایمان بیاورم؟ لطفاً منو راهنمایی کنید. سوال دوم اینه که اگر بخواهم مسیحی بشم چه شرایطی داره؟ چه شرایطی داره؟ من باید چه کارهایی رو انجام بدم یا چه شرایطی هست که من بتونم مسیحی بشم؟ خب ساسان جان، میخوام که شما این بخش رو ادامه بدیم طبق روالی که داشتیم. واسه من خیلی وقتا سوالای جالبیه مطرح کردنش. من تا حالا خودم نشنیده بودم که یکی مثلا از من بپرسه مسیحی شدن چه شرایطی داره. ما مسیحی‌ها خیلی، یکی از پدران کلیسا میگفت ایمان مسیحی انقدر ساده است مثل یه رودخونه کم عمقه که یه بچه توش میتونه بازی کنه و مثل همون رودخونه است که یه فیلم میتونه توش غرق شه. یعنی هم خیلی ساده است هم خیلی عمیقه. مسیح میگه ایمان بیارید، بیاید به سوی من. خیلی همچین شرط و شروطای پیچیده‌ای نداره. یا چطوری ایمان به مسیح بیارم؟ سوالای بسیار خوبیه. سوالای واقعا کلیدی زندگیه. یعنی این واقعا میتونم بگم که یکی از مهمترین سوالات زندگیه. و بارها میبینیم تو خود کتاب مقدس به پولس میگن آقا من چطوری نجات پیدا بکنم؟ به مسیح میگن، به پتروس میگن، به خود مسیح میگن. تولد دوباره چیه؟ یعنی چی این حرفا؟ و سوالاتی که میره به اساس رابطه ما با خدا. من یه عادت بدی که دارم رضا جان اینه که هر سوالی که میشه من سریع میرم سوال دنبال چند تا کتاب و کتابای الهیات و تاریخ و فلسفه و حالا یه کتاب سیستماتیک تئولوژی خیلی کاتاکولوف من آوردم درباره نجات، یه فصل خیلی مفصلی داره. ولی قبل از اینکه من بخوام وارد مسائل الهیاتی بشم، نمیخوام همه جوابامو خیلی پیچیده و اکادمیک باشه، واقعا سوالای زندگی اینا. و تو هم مطمئنم که تو عمرت با خیلی ها این برخورد و این سوال واسط مطرح شده. قبل از اینکه من بخوام از جنبه الهیاتی چیزی بگم، میخوام از تو حالا خودم بپرسم دیگه. شما هی اونجا نشستی و هی داری توپو به من پاس میدی دیگه. آره نه دیگه تموم شد دیگه. شما دیگه بیا توی باغ. و میخوام که میدونم خودت توی در زندگیت با خیلیا، چه توی تاکسی، چه تو اتوبوس، چه تو خیابون، چه توی ساختمون، چه تو خونه، چه تو مهمونی، این سوال ازت شده. خودت چطوری با این سوال برخورد کردی؟ با اون طرز فکر و چارچوب فرهنگی ایرانی که ازت این سوال میکنه، خودت تا حالا چه تجربه هایی داشتی؟ چه جوابایی دادی؟ در رابطه با اینکه شخص سوال میکرد که من چه کار باید بکنم که مسیحی بشم یا ایمان بیارم به مسیح، اینا هر کدوم یک چیز جدا داره. ایمان خودش بخشیه که من بخوام ایمان رو توضیح بدم یا نجات رو توضیح بدم، اینا هر کدوم یه بخشی داره. ولی که شخص برای اینکه پیرو عیسی مسیح بشه، من نمیگم ایمان دار یا بی ایمان، هیچ وقت اصطلاح اصلا خوشم نیومده، ولی که برای اینکه شخص بتونه پیرو عیسی مسیح بشه، یک مثالی رو که یوحنای رسول توی انجیل خودش در فصل سوم انجیل یوحنا میاره، در 21 آیه اون رو توضیح میده. یک بحثی بین عیسی مسیح و شخصی به اسم نیقودیموس، یکی از علمای یهود بوده و اون در نیمه شب میاد پیش عیسی مسیح یواشکی که خیلی صحنه زیباییه، خیلی صحنه جالبی هست. و میاد تعریف تمجید میکنه که عیسی مسیح من دیدم یا شنیدم اون کارهایی که تو کردی رو هیچ کس
تا حالا نکرده و خود هندونه هندونه زیر بغل مسیح میذاره. بله و شاید توقع داشته که حالا مسیح بگه که چه آدم فهمیده ای، باریکلا باریکلا. آره خواهش میکنم اصلا خیلی ممنون که این همه از من تعریف میکنی. ولی کل عیسی مسیح خیلی صریحا بهش میگه که تا از سر نو مولود نشی نمیتونی ملکوت خدا رو ببینی. عیسی جواب داد فصل 3 یوحنا 3، اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. دقیقاً توی ترجمه‌های قدیمی میگه که تا از بالا متولد نشی نمیتونی وارد ملکوت خدا بشی. و این تولد روحانی رو به یک جریان باد تشبیه میکنه توی آیه 8 و میگه که مثل یک جریان باده که از یک جایی میاد و به یک جایی میره و تو این جریان قرار میگیری، نمیدونی از کجا میاد و نمیدونی از کجا میره. این خیلی جالبه. درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. تولد روحانی یا تولد دوباره به این شکله. خب میخوام که اینو بگم که توی اغلب مردم تصور میکنن که یک مدار یا یک خطیه که اگه کسی از این مدار این نردبان رو طی کنه و بالا بره و اون میرسه به خدا و نجات رو داره، و اگه کسی نره خب نجات نداره، همونجا میمونه. پس تکلیف اونایی که موندن اینجا چی میشه؟ کتاب مقدس خیلی صریح میگه که مردم همه زیر این مدارن. در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 میخونیم که همه گناه کنم از همه زیر استاندارد الهی هم. همه گناه کردن، یکی هم عادل نیست، یکی هم همه رفوزه ایم از امتحان خدا. معصوم و نمیدونم روحانی و دیگه عادل یک نفر هم نیست، پس همه زیر استانداردن. پس باید چیکار بکنم؟ آیا ما باید یک کار، حالا اونجا دوستمون گفته چه شرایطی رو باید کاری باید انجام بدم؟ تصور اغلب مردم اینه که ما باید یک کاری بکنیم، روزه ای بگیریم، یک مثلا دعای خاصی بکنیم، یک کار از یک کوهی بریم بالا، چه میدونم یک کار عملی انجام بدیم، فیزیکی انجام بدیم، یه فرمولیه باید پیدا کنیم. بله تا این حالا بلکه شاید ان شاء الله مثلا خدا رحم کنه و ما رو مقبول درگاه خودش قبول کنه. ولیکن ما هیچ کاری در مسیح انجام نمیدیم که خدا ما رو قبول کنه یا خدا ما رو بلکه دوست داشته باشه. بلکه در مسیح ما یک واژه‌ای داریم به اسم فیس که خدا ما رو دوست داره با همه اون چیزایی که هستیم. همونطور که هستیم ما رو خدا دوست داره و ما رو خدا قبول کرده، نه به خاطر کارهایی که قراره براش بکنیم یا نکنیم، بلکه خدا ما رو دوست داره به خاطر کاری که عیسی مسیح روی صلیب برای ما انجام داده. کافیه که من باور کنم، ایمان بیارم. و ایمان وقتی بخوایم تعریف حالا بکنیم از ایمان، ایمان سه تا بخش داره. ایمان تسلیمه، تسلیم سه تا چیزه که ما باید اونو تقدیم کنیم، تسلیم کنیم. اولین چیزی که ما توی مغزمون اون رو میپذیریم یه حقیقته. ایمان تسلیم منطق یا عقل خودمون به یک حقیقتی که اتفاق افتاده، و وقتی که تسلیم میکنیم اون عقل خودمون رو، منطق خودمون رو به اون حقیقت اتفاق افتاده که عیسی مسیحه. نکته بعدی اینه که ما احساسات خودمون رو تسلیم کنیم. احساسات ما اون واکنش درست ما نسبت به اون حقیقته، و تشکرات ما، ستایش های ما، پرستش های ما، یه واکنش صحیح ما نسبت به حقیقت اتفاق افتاده است. و تسلیم سوم که اغلب درش میلنگن من دیدم، تسلیم اراده است. ما اراده خودمون رو هم نیز باید تسلیم کنیم، و این تسلیم این ستا جمعندی ایمانه. ایمان میاریم به حقیقت اتفاق افتاده عیسی مسیح، کاری که روی صلیب برای ما انجام داده، و حالا عیسی مسیح اون قلب ما رو حاکم میشه برش، روح القدس میاد ساکن میشه، و این تولد دوباره است وقتی روح القدس ساکن قلب ما میشه. تسلیم الان که داشتی میگفتی تو ذهنم اومد، خیلی زیبا تعریف میکنی، یعنی تسلیم فکر، تسلیم قلب، و تسلیم اراده. ترسه بود انسان نجات یافتن یا مقبول درگاه الهی شدن در گروه اعمال ما نیست. کافیه که من
باور کنم، اعتماد کنم که خدا منو در عیسی مسیح محبت کرده در وسط کاری که مسیح روی صلیب انجام داده برای من. من توی آیه 13 همون فصل 3 انجیل یوحنا مسیح میگه که همونطوری که مار بالا گرفته شد در صحرای سینا، موسی مار رو بالا برد، پسر انسان هم باید بالا برده بشه. میبینیم که اونجا هم وقتی مارای سمی میزنن مردم رو سمی میکنن، موسی اون مار برنجین رو میگیره و میگه بهشون که نگاه کنید. فقط کافی بود که نگاه بکنند به اون مار برنجین و نجات پیدا کنند. نمون نگاه کردن یک عملی بود که عمل ایمان بود، واکنش ایمان اونها بود. اون سم از بدنشون خارج میشد و اونها رو نمیکشت. اون سمی که امروز مردم دنیا رو داره از بین میبره، سم گناهه و مسیح میخواد که ما به اون، به صلیب اون نگاه کنیم تا گناهان ما پاک بشه و ما نجات پیدا کنیم. میخوام که یک برنامه دیگه ای رو ببینیم چون وقتمون کمه و به بخش بعدی بریم. خواهش بسیار. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم سوالهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور میتوان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان عزیز، در رابطه با نجات که ما چطور میتونیم نجات پیدا کنیم، به عیسی مسیح ایمان بیاریم و پیروی عیسی مسیح رو بکنیم، مباحثی رو داشتیم در بخش قبلی. خواهش میکنم از جناب دکتر ساسان که در این رابطه بیشتر برای ما و بینندگان عزیز توضیح بدید. خیلی ممنون. نه والا خودت که توضیحات خیلی عالی بود. من میگم سوالی که خوندی، دو تا سوال به ما ایمیل شده و اون سوال جالبی که من میخوام مسیحی بشم چه شرایطی داره، گفتیم که شرط و شروط خاصی نداره. از مقام ها و مرتبه ها، رتبه هایی رو آدم طی بکنه و دولا راست بشه و این ورد رو بخون، اون فوت بکن، این فرمول رو بکن، این پول بده، بیا این کارو بکن، بیا صدقه بده، بیا کلیسا، حتی بیا نه چیزا، حتی چیزای مسیحی، بیا کلیسا، بیا فلان کن. خیلی مسیح با خیلی سادگی بیایید نزد من ای تمام زحمت کشا. بارها و بارها صحبت چیه؟ ایمان آوردنه. حالا تو توی دقایق پیش داشتی صحبت مثال مسیح رو آوردی که نگاه کنید به صلیب، نگاه کنید به من روی صلیب و این نجات اینه. و اون شخصی که میگه چه شرایطی داره برای مسیحی شدن، میخوام اینو باید بیشتر بازش بکنیم، چون که شاید خیلی فکر کنن که مسیحی شدن هم یه دینه. این آقا هر دین و مکتبی بالاخره یه راهی داره واردش بشیم. حالا شرط مسیحی شدن چی هستش؟ ولی ما میدونیم که مسیحیت، بله از نظر تاریخی، فنومنولوژی دین و فرهنگ و جامعه شناسی میتونیم بگیم یه دینه، یه مذهبه. ولی در واقع مسیح نیومد ما رو با یه دین و مذهب آشنا بکنه. مسیح اومد دنبال رابطه قلبیه. مسیحی شدن یک، میگم یه چیز نیست، یه وارد یه فرقه و یه مکتب، اینه که مسیح دنبال اینه که قلب ما انسان‌ها با قلب پدر پیوند بخوره، این دشمنی، این آشتی پیدا بکنه، یک حیات جدید، آره. زندگی نوین، آره. این آره از همون تولد دوباره میخواد به ما بده. صحبت اینه که حالا چون مثلا خب جوانان ایرانی شاید دارن برنامه رو تماشا میکنن، فکر میکنن که بله خب آدم یه صلیب گردنش بندازه و حالا هفته یه بارم میریم یه شنبه کلیسا و مسیحیت خیلی چیزه، خیلی راحته، خیلی یه چیز راحتیه و بریم دیگه، این دیگه خیلی هم مده و خیلی کوله و این حرفا، ولی اسم ارمنی هم برای خودمون بذاریم. آره یعنی ولی میگم اینا همه درکای اشتباهه.
از اینکه مسیحیت و مسیحی شدن و شرط و شروطاش و چیزاش، نه، مسیح دنبال قلب ماست، مسیح دنبال ایمان ماست. حالا من از نظر خودت هم خیلی قشنگ اشاره کردی به این سه بودی که تو داشتی میگفتی ایمان الهی. من فکرم اول میخوای به یه راهی بری، بعد یه کمک اینوریتر رفتی توی توضیحات. حالا یه طور دیگه ای که الهیدانهای مسیحی، به خصوص الهیدانهای مسیحی پروتستان از دیدگاه اصلاح طلب، به مسئله ایمان و نجات اینطوری توصیف میکنن. من دارم از کتابی استفاده میکنم، نویسندش اسمش هست وین گرودم، الهیات سیستماتیک هست و یه قسمتی داره درباره ایمان و توبه و تولد دوباره. ایمانی که نجات میده، الهیات کلاسیک مسیحی میگیم سه تا بخش داره که اون حرفی، اون صحبت خودت هم همینه ها، ولی تو یه طور دیگه کلمه بندیش یه کمکی فرق داشت ولی همینه. نکته اول اینه که ما باید آگاهی داشته باشیم، یک اطلاعاتی، یک معرفتی، یک آگاهی، شناخت. یه شناختی داشته باشیم. میگی که من به مسیح ایمان آوردم. خب کدوم مسیح؟ خیلی ها هستن همین تو دنیای امروز. مسیح یه نبی بود، یه کارایی کرد. یه عده هستن از دیدگاه هندویی مسیح هم، بله، ما خدایان هندو داریم، کریشنا، این اون مسیح هم مثل هاری کریشنا یه خدای دیگه بود. بعضی ها میگن نه، مسیح گورو بود. گورو میگیم به فارسی، کلمه پیر و مرشد، پیر، شیخ. آره شیخ، حالت، بله، اون مسیح یه گورو بود، یه شخص، یه از این افرادی که توی آمریکا نیو ایج بهش میگیم، نمیدونم به فارسی نیو ایج، این چیزای ادیان شرقی و هندویی و این حرفا. یه نویسنده تازگی یه کتاب نوشته که مسیح واقعی کیه، و از همون دیدگاه مسیح یک هندوی چیز بود، یه متفکر هندو بود، و از اون دیدگاه ما باید به مسیح نگاه بکنیم. پس نکته اول، حالا وقتی که میگیم ایمانی که نجات میده، باید یه سری حقایق رو درباره مسیح بدونیم، حقایق کلام خدا رو، که مسیح واقعی کیه، ما داریم به کدوم مسیح، به اصلا صحبت کتاب مقدس درباره مسیح چیه. و آیه‌ای که پولس خیلی جالب میگه، میگه که تو رومیان فصل 10 آیه 14، بذار من از این ترجمه جدید نگاه بکنم. شما که ترجمه قدیمی همیشه نگاه میکنید، ولی اصلا ده آیه چونده؟ آره، اون دایی که میگه باید بشنون کلام خدا رو. اما چگونه مردم به خدا پناه آورند در حالی که به او ایمان ندارند، و چگونه ایمان بیاورند در حالی که راجع به او چیزی نشنیدند؟ پس باید یه آگاهیایی داشته باشیم، یه چیزایی بشنویم درباره حقیقت مسیح. حالا الهیدانه مسیح میگن ولی فقط شناخت و آشنایی کافی نیست، بلکه باید اون اطلاعات رو چیکار کنی؟ پله دوم، قبول بکنی. پذیرفتن. پذیرفتن هستش. حالا انگلیسی میگه approval، حالا تو با کلمه با احساساتمون، ولی اینم همون حالت رو داره. یعنی این نیستش که بله یه سری فرمولای ریاضی هست، یه سری فرمولای دینی هست، و اینم یه فرمول، اینم یه فرمول. نه، باید خودت قبول کنی این حقیقت رو. و بعد قسمت سوم این بُعد ایمان این هستش که خودم رو باید به این توکل اعتماد، اعتماد بکنم، بسپرم تمام، تسلیم شدن، سپردن، متکی شدن. و این کلمه اعتماد کلمه‌ای که واقعا به نظرم مفهوم خوب میرسونه، که فقط یه سری اطلاعات نیست، بلکه خودت رو میسپری به دست این مسیحی که میگه میتونه تو رو نگه بداره. مارتین لوتر، رهبر نهضت پروتستان ها در قرن 16 هم، یه جمله خیلی زیبایی داشت که همین رو بخواد، تقریبا همین سه بُعد رو مطرح بکنه. میگفتش که مسیح مرد روی صلیب. این تاریخ، یک حقیقت تاریخیه. حالا یه فیلمی تازگی ها تو ایران ساختن درباره مسیح که میگن نه، مسیح هم نمرد، یهودا بود. اون حالا یه داستان دیگه اش بهش یه روز میرسیم، صحبت های تاریخی. ولی اینکه حقیقت صلیب عیسی مسیح یک حقیقت دو تا چهار تای تاریخیه، هیچ جای شک و تردید و شب بود ندیدن یکی دیگر رو به جاش آوردن، نه، مسیح روی صلیب مرد، یه حقیقت تاریخی خیلی واضح و کامل. ولی مارتین لوتر میگه این کافی نیست برای
ایمان آوردن واقعی. مسیح روی صلیب مرد تاریخه، مسیح روی صلیب برای گناهان مرد الهیاته. این یک حقیقت الهیاتیه یا یک طرز فکر الهیاتیه. لوتر میگه مسیح روی صلیب برای گناهان من مرد، این نجاته. که ایمان واقعی ایمانیه که یک حقیقتی رو قبول داره، یک حقیقت رو شنیده، فهمیده، درک کرده، اون حقیقت رو قبول میکنه برای خودش و خودش رو بهش میسپره. این اون ایمانیه که مسیح دنبالشه، اون طرز، اون عکس العملیه که مسیح دنبالشه. و اینجاست که این عزیزی که پرسیده که من چطوری میتونم، دوباره سوالو بخون، چطوری به مسیح ایمان بیارم، چطوری به مسیح ایمان، چه شرایطی داره؟ آره نه، حالا اون شرایط که جداست، اون کنی. کسی که پرسیده من چطوری میتونم به مسیح ایمان بیارم، خیلی ساده، که مسیح، حالا توی جلسه بعدی میتونیم حتی شهادت خودمون هم بدیم حتما، ولی اینکه یعنی میخوام بگم اینا نمیخوام فقط صحبتای خیلی الهیاتی و تاریخی باشه، میخوام واقعا ملموس باشه واسه بینندگان که ایمان آوردن، میگم هیچ رعد و برقی، زلزله‌ای، حالا باید خوابی ببینم از مسیح، باید یه اتفاق عجیب غریبی بیفته، نه، ایمان آوردن همونی که قلبتو به مسیح باز میکنی، میگی مسیح من یک گناهکارم، من قبول میکنم که نیاز دارم به تو، قبول میکنم، ایمان دارم که تو روی صلیب برای گناهان من فدیه دادی، مسیح جان بیا به قلب من، بیا زندگی منو عوض کن. یعنی با هم و خودم خیلی دنبال کلمات ساده، صادقانه از قلبمون. من یکی شیشی سالها پیش اومده بود تو دانشگاهمون موعظه میکرد، گفتش که زیباترین دعایی که من تا حالا تو عمرم شنیدم، گفت چند وقت پیش تو یک کلیسای چهارشنبه شب جلسه دعا بود، یه آقایی تو خیابون شب قبل ایمان آورده بود، یه آدم از این افراد درب و داغون، ببخشید دیگه من کلمه دیگه فارسی بلد نیستم، بعد اومده بود کلیسا فرداش، بعد میخواست دعا کنه، با خجالت به خدا میگفت، نمیدونست چطوری بگه، میگه خدایا من همون مردیم که دیشب سر چهار راه به تو ایمان آوردم، یعنی داشت به خدا آدرس و نشونی میداد. و این کشیش گفت این زیباترین دعایی بود که تا حالا من شنیدم، خیلی صادقانه، خیلی ساده. خیلی وقتا ما خجالت میکشیم دعا کنیم، چون من بلد نیستم دعا کنم، حالا درباره دعا هم صحبت خواهیم کرد، من بلد نیستم دعا کنم، من چی بگم اینا. خدا دنبال کلمات خیلی همچین قشنگ و زیبا نیست، خدا دنبال اینه که ما صادقانه دستش خدا دراز میکنه، میخواد که ما دستمون رو تو دستای اون بذاریم، این خدا دنبال اینه. و آگوستین، یکی از پدران کلیسا، متفکر مسیحی قرن 4 و 5، میگفت اگر ما با دستای بسته یا با دستای پر بیاییم جلوی خدا، خدا هیچ کاری نمیتونه زندگی ما بکنه، ولی وقتی که با دستای باز و خالی میایم جلوی خدا، اون میتونه ما رو پر بکنه. مسیح دنبال این نوع اشخاصه و از طریق آوردن خالی قلب خودمون و ایمان آوردن به مسیح، ما میتونیم نجات پیدا بکنیم، ما میشیم فرزندان خدا، اون وارد زندگی ما میشه. یک مطلبی که الان به خاطرم اومد، مزمور داوود، مزمور معروف 51 هست که میگه تو قلب شکسته رو خار نمیشموری. وقتی که ما با قلب شکسته میشیم، از غرور خودمون شکسته میشیم، خیلی خدا لمس میکنه و میشنوه. خیلی جالب بود. میخوایم که یک برنامه رو با هم دیگه ببینیم. دوستان عزیز، در بخش بعدی منتظر شما عزیزان هستیم، منتظر ما بمونید، پای گیرنده‌های خودتون باشید تا بخش بعدی. بله دوستان عزیز، مبحث خودمون رو ادامه میدیم در رابطه با سوالی که دوست عزیزمون گفته بودن و فرستاده بودن برای ما، که اینکه ما چطور نجات پیدا کنیم، چطور به مسیح ایمان بیاریم، چه شرایطی داریم. مباحثی رو با هم گذروندیم در بخش‌های قبلی. خواهش میکنم از جناب دکتر ساسان که برای ما بیشتر در این رابطه توضیح بدن، ولی فکر میکنم که یک بخش عملی، اینکه ما چطور میشه ایمان بیاریم،
فکر میکنم تاثیرگذارترین قسمت شهادت زندگی خود شما جناب دکتر چطور شد که به مسیح ایمان آوردید و چه شرایطی رو پشت سر گذاشتید؟ شرایطش خیلی ساده بود، گفتیم آره. من یادمه سالا پیش توی مهمونی کلیسایی دختر خیلی دوست عزیزی، دختر بهایی بود، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و گفتش که ای کاش منم میتونستم مسیحی باشم. و پیش خودم بهش گفتم تو مسیحیت چیزی نیست که بگیم این یه دینیه که یه عده توش به دنیا اومدن، تو هم یه جای دیگه به دنیا اومدی، تو فقط باید از دور به ما نگاه کنی، ارسی نیست. آره اینی که ای کاش منم میتونستم، اینقدر دل من شکست واسه این طرز فکر که ای کاش منم میتونستم. همه میتونن، همه دعوت شدن، چون صحبت یک دین و نژاد و مکتب و مذهب نیست، صحبت رابطه با خدای زنده است. و حالا شاید عزیزان منو مراتو رو میبینن، اومدیم تو استودیو نشستیم، فکر میکنن خب اینا مسیحی هن دیگه، ولی ما هم از زمینه خیلی غیر مسیحی به عیسی مسیح ایمان آوردیم. من خودم توی خانواده درویشی به دنیا اومدم، مادرم جزو یک مکتب از دراویش بود، پدرم جزو یک مکتب دیگه، و خب توی جامعه ایران توی خانواده خیلی معمولی در تهران ما بزرگ شدیم. در دوران انقلاب، به دوران بعد از انقلابم ایران بودم و ابعاد مختلفی رو از فرهنگمون دیده بودم، هم مکتب و دراویش هم انقلاب، خب اون تحولات انقلابی. و بعد در سن 16 سالگی از ایران رفتم بیرون و رفتم یک کشور اروپایی و اونجا خدا دری باز کرد که من برم تو یک مدرسه انگلیسی زبان که میسیونرهای مسیحی آمریکایی اون مدرسه رو تأسیس کرده بودن و اداره میکردن. منم روز اول رفتم نشستم سر کلاس و معلم داشت درباره الهیات مسیحی صحبت میکرد. من انگلیسی خوب بلد بودم، منم تازه اصلا نمی‌دونستم کی به کیه و چی به چیه. و بعد از صحبتش دستمو بلند کردم، یک سوال دینی کردم که آقا چرا دین شما اینو میگه، دین ما اینو میگه، کتاب آسمانی شما اینو میگه، کتاب آسمانی ما اینو میگه. و معلمم گفت تو از کجا میدونی اون ایمانی که داری درسته، اون کتابی که ایمان داری از خداست، اون ایمانی که داری از خداست. و این سوال منو خیلی تکون داد، چون تا حالا تو مملکت و تو فرهنگ و خانواده‌ای بودیم که هیچ وقت اصلا این سوال مطرح نشده بود. یعنی این سوال من به مسیحیان میگم وقتی تو کلیسا صحبت میکنم، میگم شما که مسیحی هستید، شما از کجا میدونید این حقیقت داره؟ آیا واسه خودتون تحقیق کردید؟ واسه خودتون به این نتیجه رسیدید یا یه چیز ارثی بوده؟ پدرمون گفته، کشیشمون گفته، اینطوری بزرگ شدیم. و این سوال زندگی من رو عوض کرد که من خودم ایمانم از کجا میدونم درسته، اون چیزی که قبلا بهش اعتقاد داشتم، چون فقط پدر مادرم اینو گفتن، اجدادم به من گفتن، ارث رسیده، یا واسه خودم دلیل دارم. حالا یه پسر جوون ایرانی از ایران پا شده اروپا، خودم زندگی میکردم توی شهر توریستی، ما افتادیم به خوندن کتاب مقدس. به مادرم تو ایران نامه دادم واسم کتاب بفرسته، شروع کردم به خوندن مقایسه کتاب مقدس و کتاب اون زمینه‌ای که داشتیم، مقایسه و اینکه خب اگر خدایی هست، اگر حقیقتی هست، من توی دین خودم، توی فرهنگ خودم هم بهش میتونم برسم، چون همه بالاخره از یه جا اومدن، همه به یه جا میرسن و دلیلی نداره آدم بخواد دینی عوض کنه، همه بالاخره یه حرفی زدن. و دیدم هرچی من خوندم این دوتا کتاب رو مقایسه کردم، دیدم که نه، همه یه حرف نیست. هر کتابی شاید ادعا میکنه که آخرین کلام خداست، بهترین، کاملترین برای بشریت، ولی این کتابا با هم خیلی تناقض دارن، تناقضایی که نمیشم حل کرد. پس یا اصلا همه این ادیان یا این کتابا اشتباه، شاید اصلا یه چیز دیگه درسته، یا اگر یکی درسته یکی دیگه نمیتونه درست باشه، چون با هم تناقض دارن. و صحبت کردیم جلسه قبل، باید دادم یه چیز حقایقی رو درک بکنه، قبول بکنه. و دو تا چیز رضا تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. وقتی داشتم کتاب مقدس رو میخوندم، چندین ماه این طول کشید، با مسیحی‌ها بحث میکردم، سعی میکردم بگم نه اشتباه میگید، این اشتباه، از دفاع بکنم از نظریات خودم. دو تا چیز، هر خدا تو زندگی هر کسی یه طوری کار میکنه، تو زندگی هر کسی خدا، کسی که داره به مسیح خدا داره میکشه، یه طوری لمس میکنه. اون طوری که روح خدا تو زندگی من کار کرد، چون من دنبال سوال بودم حقیقت چیه، حقیقت رو کجا میتونم پیدا بکنم، اون دو تا چیزی که خدا تو زندگی من ساسان توسلی استفاده کرد، یکی پیشگویی های عهد عتیق بود که چطوری نبوت هایی که معرفی میکنه این مسیح موعود. مسیح فقط یه پیغمبر نیست بین یک عالم پیغمبر دیگه، خود خدا وعده داد که میاد و قومش رو ملاقات میکنه. چون خب الوهیت مسیح، قبول کردن این واقعه که درباره اینم صحبت میکنیم، یکی از سخت‌ترین موانع برای کسایی که میخوان با مسیح روبرو بشن.
مسیح هم یه پیغمبر، یه انسان، مگه میشه خدا جسم بپوشه؟ این حرفا چه مسخره، این حرفا. خیلی هم من عکس العمل منفی نشون دادم وقتی شنیدم که مسیحی‌ها چی میگن بر طبق کتاب مقدس، که مسیح خدای تجسم کرده روی صلیب مرده. این حرفا چیه؟ این خرافات ها چیه؟ این مزخرفات چیه؟ کفر. این کفر اصلا کفره. آره. ولی مثلا به عنوان مثال یادم اشعیا 9 فصل 9 آیه 6، یه روز بیدار شدم این آیه اصلا اومد تو ذهنم. عزیباست. و اینجا صدها سال قبل از اومدن مسیح، فصل 7 آیه 14 وعده میده که یک باکره پسری به دنیا میاره به اسم امانوئل، خدا با ما. و فصل 9 آیه 6، زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، او بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد، حکومتش ابدی. منو این آیه تکون داد. این آیه رو من قبلا هم خونده بودم، ولی یه روز روح خدا این چشمای کور منو باز کرد. همون صحبت رو می‌کردیم، تولد دوباره، کار روح خدا. یه روز 19 ژانویه 1985، 16 سال و نیم من بود، شنبه صبح بیدار شدم، این آیه اومد تو ذهنم. که مسیح یه پیغمبر نبود که مسیحی‌ها بعد اون رو خدا کردن. یه کلاغ 40 کلاغ شد، قلوف شد، حرف یه پیغمبر به خدای رسید. نه، خود خدا. و اینم تنها آیه نیست، آیه های دیگه‌ای هست درباره اینکه مسیح کیه، درباره صلیبش، درباره رستاخیزش، درباره اینکه کدوم شهر به دنیا میاد، چطوری به دنیا میاد، چی کار خواهد کرد. همه اینا تو عهد عتیق، صدها سال قبل از اومدنش. یعنی نیست که مسیحی‌ها دست زدن، مسیحی‌ها تحریف کردن، اینا کتابای یهودی‌ها بود، نوشته شده صدها سال قبل از مسیح. کپیاش هم داریم، مال قبل از مسیح، کپیای دریای مرده میگیم، Dead Sea Scrolls، دریای مرده. پس نمیشه انکار کرد که اینا نوشته شده قبل از اومدن این مسیح مولود موعود. و اینکه توصیف میکنه این مسیح کیه، پس یکی پیشگوی عهد عتیق بود تو زندگی من که توصیف کرد، توضیح داد این مسیح انسان معمولی نیست، خود خدا میاد به داد قومش برسه. و بعد نکته دومی که تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت، تعالیم مسیح مثل موعظه سر کوه و تأکید روی محبت و فیض. و خیلی از ایرانی‌ها جذب این واقعیت میشن، اون خشونت، اون انتقام، اون که این کارو کردن تو این کارو بکن، تو بدترشو بکن، اون قصاص داره، اون آره، اون خشونت و انتقام و کشدار و همه چیزایی که ما آگاهی داشتیم باش روبرو میشدیم، ولی میایم با این تعالیم محبت، فیض، بخشش. سی‌اس لوئیس داستانی هست، جلسه ای بود، متفکرین با هم بحث داشتن که حقیقت منحصر به فرد مسیحیت چیه، و این افراد خیلی انتقادی بودن. نه، تجسم ادیان دیگه تجسم دارن، تثلیث ادیان دیگه تثلیث دارن. این سی اس لوئیس وارد اتاق میشه، میگه بحث سر چیه؟ میگن سر اینه که آقا چیه مسیحیت منحصر به فرد. سی اس لوئیس میگه خیلی ساده، فیس. هیچ مذهبی، مکتبی، سیستمی توش فیضی که تو انجیل میبینیم وجود نداره، که این ربط به خوبی من و زور من و کار من نداره که من خودم به بالا برسونم. انسان نمیتونه خودشو به بالا برسونه، خدا اومده خودشو پایین. یادم یکی از اون میسیونرها که با من صحبت میکرد دو تا مثال میورد، حالا من اون موقع پرتغال بودم، گفت آقا فاصله انسان با خدا، فرض کنین اقیانوس آتلانتیک، بله، شما این ور تو اروپا تو ساحل هستی، اون ورم آمریکاست، خدا اون ور، شما این ور، بگم باید این فاصله رو بری. تو هر چقدر هم شناکن خوبی باشی نمیتونی هزاران مایل رو شنا کنی. حالا یکی 10 متر غرق میشه، یکی 10 کیلومتر شنا میکنه غرق میشه، ولی آخر همه غرقین. یه وسیله تو رو باید از این ور به اون ور بره، فاصله خیلی بیشتر از این حرفاست. یا یه مثالی که فرض کن یه قاضیه، شما قانون رانندگی سریع رفتی، سرعت رو شکوندی، حالا رفتی دادگاه جریمه شدی. قاضیه به عنوان قاضی میگه قانون شکستی، باید جریمه بشی، $1,000 هم باید جریمه بدی. شما خودت هم جریمه شدی تو این مملکت به خاطر سرعت، درست میگم؟ من در خدمت شما هستم. حالا ما دیگه بیشتر از این پته شما رو آب نمیاریم. حالا شما دست تو جیب میکنی، میگی که آقا من پول ندارم از خودم بدم، حکم درسته ولی من پولش ندارم. حالا تصور کن خود قاضی قضاوتش کرده، عدالت رو انجام داده، خودش بلند میشه، لباس قاضیشو در میاره، میاره به عنوان موکل و دوست تو بغل تو وامیسته و جیب خودش جریمه تو رو میده. حالا تو دو تا عکس عمل داری، یا قبول کنی با تشکر هدیه اون رو و آزاد بری، یا بگی نه به خاطر قرآن، نه من خودم بالاخره یه طوری میدم دیگه، اصلا میرم زندان، میری زندان. و اینا بود که من ایرانی 16 ساله رو چشمام باز شد،
به حقیقت عیسی مسیح. و 20 ژانویه 1985 بعد از کلیسا رفتم پیش یکی از مشایخ کلیسا، گفتم میخوام ایمان بیارم. دعا کردیم، دعای خیلی ساده: ای مسیح جان، من اعتراف میکنم که گناهکارم. ای مسیح جان، اعتراف میکنم، ایمان میارم که تو برای من روی صلیب مردی، تو خدای مجسم هستی که جون تو برای من فدیه دادی، وارد زندگی من شو. و واقعا رضا، من میدونی من آدم خیلی احساساتی چیز نیستم، ولی واقعا بدنم تکون میخورد و احساس کردم، تجربه کردم که یک باری از دوش من رفت و یک حضور مقدس و سبکی وارد زندگی من شد. البته هم میگم تجربه ها فرق داره، ولی اینکه این داستان زندگی من بود که در سن 16 سال و نیم تقریبا به مسیح ایمان آوردم. 23-24 سال هست که دارم با مسیح زندگی میکنم. هیچ وقت تو زندگی ازش ناامید و مایوس نشدم. همیشه دست این شبان نیکو رو تو زندگیم حس کردم. خدا رو شکر. خیلی ممنون. مطمئنن که دوستان عزیز ما برکت گرفتن. هیچ چیز مثل یک شهادت زندگی نمیتونه. من هر چقدرم بیام آیات کتاب مقدس رو بخونم، پولس رسول میگه شما رساله ما هستید، اون رساله، اون نامه عاشقانه خدا برای دیگران. فکر میکنم خود ما هستیم، زندگی های ماست که میتونه بیشترین یا بزرگترین تأثیر رو بگذاره. ما هر چقدرم توضیح بگیدیم که شما چطور باید مسیحی بشید، ولی اون شهادت زندگی ما یک تأثیر. خدا در من، در شما کار کرده. عیسی مسیح میفهمد که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. میخوایم که به در خاتمه این موضوع رو به اتمام برسونیم و خیلی ممنونم از شهادتتون، از وقتی که گذاشتین. دوستان عزیز بیننده، خیلی خوشحالیم که میتونیم باز بیشتر در خدمت شما باشیم. سوالات خودتون رو برای برنامه‌های ما ایمیل کنید و منتظر شما در برنامه‌های آینده، در برنامه‌های هفته آینده هستیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایار و نگهدار شما عزیزان.